اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سوره مدثر آیه 52 می فرمان که هر یک از آنان توقع دارند که نامه جداگانه ای به نام او نازل شود تا ایمان آورد. نه هرگز چنان نیست که کافران پنداشتند، بلکه آنان از عذاب آخرت نمی ترسند. در حقیقت قرآن سراسر پند و اندرز است تا هر که بخواهد از آن پند گیرد و متذکر حق و حقیقت گردد، و پند نمی گیرند مگر آنکه خدا خواهد، و هر که به خواست خدا پند قرآن پذیرفت او اهل تقوا و اهل آمرزش است. به نام خدای بخشنده مهربان. سوره قیامت. فرمان که نه چنان نیست که کافران پنداشتند. سوگند به روز قیامت، سوگند به نفس لوامه، نفس بازدارنده انسان از بدیها. آیا انسان چنین گمان می‌برد که ما استخوان‌های او را جمع کرده و او را دوباره زنده نخواهیم کرد؟ بلی، البته ما قادریم حتی بند انگشتان او را دوباره خلق کنیم. اما انسان دوست دارد در زندگی بیشتر به فسق و فساد پردازد. از این رو می پرسد روز قیامت کی خواهد بود؟ بگو وقتی که چشمها از ترس و وحشت خیره شوند و ماه به تاریکی گراید، خورشید و ماه جمع شوند. اشاره توی پرانتز نوشته اشاره به انهدام منظومه شمسی. آنگاه انسان خواهد گفت راه فرار کجاست؟ هیچ پناهگاه و جان پناهی برای او پیدا نخواهد شد. آن روز همه به سوی پروردگارت محشور و مستقر می شوند. در آن روز آدمی را به هر نیک و بدی که از اول تا آخر عمرش انجام داده است آگاه می سازند. البته انسان خودش به اعمال خیش به خوبی آگاه است، هرچند بر گناهان خود عذر و بهانه می آورد. یا پیامبر، هنگام نزول وحی با عجله زبان به قرائت قرآن مگشای تا خاتمه وحی صبر کن. جمع و قرائت آن بر عهده ماست. پس از آن که قرائت ما تمام شد، آنگاه شروع به قرائت کن. بیان احکام و تأویل آن بر عهده ماست. هرگز چنان نیست، بلکه شما انسانها دنیای زود گذر را دوست می دارید و از آخرت گریزانید. آن روز صورت و سیمای گروهی نورانی است و توجهشان فقط به سوی پروردگارشان است و صورت گروهی در آن روز غمگین و اسفناک است. می دانند که عذاب کمرشکنی در انتظار آنهاست. هرگز چنان نیست که کافران پنداشتند. وقتی که جان آدمی به گلو رسد، بستگانش می گویند
کیست که شفایش دهد؟ و یقین حاصل می کند که روز مرگ و جدائی فرا رسیده است. از شدت ترس ساق پاهایش به هم می پیچد. آن روز همه به سوی پروردگارت سوق داده می شوند. وای بر کسی که حق را تصدیق نکرد و نماز به جای نیاورد، بلکه آن را دروغ پنداشت و از آن روی گردانید. آنگاه با تکبر و نخوت نزد کسان خود برگشت. تو مستحق عذابی و عذاب سزای توست. باز تو سزاوار عذابی و عذاب برای تو حتم و مسلم گردید. آیا انسان چنین میپندارد که او را به حال خود رها میکنند؟ آیا نطفه او از قطره آبی به وجود نیامده است؟ سپس به صورت خون بسته‌ای در میآید. آنگاه خلقت کامل پیدا میکند و از وی زوج نر و ماده به وجود می آید. آیا صاحب این قدرت به زنده کردن مردگان قادر نیست؟ به نام خدای بخشنده مهربان. سوره انسان یا دهر. آیا بر انسان لحظه ای از زمان گذشته است، چیزی که به شمار نمی آمده است؟ ما انسان را از اخلاط نطفه آفریدیم و برای او گوش شنوا و چشم بینا قرار دادیم تا او را بیازماییم. او را به راه راست هدایت کردیم، خواه شاکر باشد خواه کافر. البته برای کافران قل و زنجیر و آتش سوزان آماده کرده ایم. نیکوکاران در بهشت از جامهای نشاط‌آور که همانند کافور است می نوشند. و آن چشمه ایست در بهشت که بندگان نیکوکار خدا از آن آب می نوشند. آب آن چشمه را به هر سو که بخواهند جاری می سازند. آن بندگان نیکوکار به عهد و پیمان و نذر خود وفا کردند و از روزی که رنج و سختی آن دامنگیر اهل محشر می شود به شدت می ترسند و برای خوشنودی خدا طعام خود را با این که خودشان بدان نیاز دارند به فقیر و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما فقط برای رضای خدا به شما غذا می دهیم و توقع هیچ گونه عوضی را از شما نداریم و نمی خواهیم از شما و نمی خواهیم از ما تشکر کنید. ما از قهر و غضب پروردگارمان به روزی که چهره و سیمای خلق از ترس عذاب عبوس و غمگین است می ترسیم. خدا هم آنان را از گزند آن روز در امان داشت و به آنان خوشرویی و نشاط قلبی عطا فرمود و به خاطر صبر و استقامتشان باغات بهشت و لباس حریر بهشتی به آنان عنایت فرمودند. در آن بهشت بر تخت ها تکیه زنند و از گرما و سرما هرگز احساس ناراحتی نمی کنند. سایه درختان بهشتی بر سر آنان و میوه‌هایش در دسترس آنهاست. خادمین بهشت با جام‌های سیمین و با کوزه‌های بلورین در میان آنان
بر انجام خدمت می گردند. آن ظروف زیبا در اندازه های مناسب از نقره ساخته شده است. در آنجا از جام های نشاط انگیز که طعمش همانند زنجبیل است می نوشند. زنجبیل از چشمه ایست در بهشت که سلسبیل نام دارد. خادمین پیوسته در خدمت نیکوکاران خواهند بود. وقتی به آنان بنگری تصور کنی که مروارید درخشان هستند. چون بر اطراف بنگری نعمت فراوان و ملک وسیع خواهی دید. نیکوکاران با لباس نرم و راحتی به رنگ سبز روشن به دستشان دستبندهای سیمین خواهد بود و پروردگارشان آنان را شراب طهور می نوشانند. خطاب می رسد: این بهشت پر نعمت پاداش اعمال شماست و سعی و کوشش شما در پیشگاه خدا مشکور و مقبول واقع شده است. یا پیامبر، ما این قرآن عظیم الشأن را بر تو فرستادیم، پس در اجرای احکام و اوامر پروردگارت صبور و شکیبا باش و هرگز از خواسته های مردم گناهکار و جفاپیشه و زورگو جانبداری مکن. نام پروردگارت را هر صبح و شب به بزرگی و تکریم یاد کن. و پاسی از شب را برای سجده و قسمت بیشتری را برای عبادت و ستایش خدا صرف کن. البته کافران دنیای زود گذر را بیشتر دوست می دارند و از سختی روز قیامت که در پیش دارند غافلند. ما آنان را آفریدیم و خلقت آنها را استحکام بخشیدیم. هرگاه بخواهیم همانند آنها را جانشین آنان می سازیم. در حقیقت قرآن تذکر و پندیست برای کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش در پیش گیرد و شما نمی خواهید هدایت یابید مگر آنکه خدا خواهد. همانا خدا توان دانای با حکمت است. خدا هر که را بخواهد مشیت الهی بر هر که تعلق گیرد او را مشمول رحمتش قرار می دهد و برای ظالمان عذابی دردناک آماده است. سوره مرسلات. به نام خدای بخشنده مهربان، سوگند به رسولانی که پیک سعادتند، سوگند به بادهای تند و سخت، سوگند به آیات منتشره قرآن که حق را از باطل جدا می سازند و ذکر خدا را در دلها جای می دهند تا عذر نیکان و ترس بدکاران گردد. البته آنچه به شما وعده داده می شود به طور قطع و یقین واقع خواهد شد هنگامی که ستارگان همه محو شوند و آسمان شکافته شود و کوه‌ها متلاشی و پراکنده شوند و به پیامبران وقت شهادت را اعلام کنند. برای چه روزی وقت تعیین گردید؟ برای چه روزی وقت تعیین گردید؟ برای روز فصل.